از درخواست فرصت برای اعلام پیروزی تا استقبال از نتایج مقدماتی و رد حکومت موازی، در حالی که عبدالله عبدالله از هوادارانش خواست تا برای اعلام حکومتش چند روز به وی فرصت دهند، اشرف غنی احمدزی میگوید کار به تشکیل یک حکومت موازی نخواهد کشید. و چیزی را که شما خواستین، و چیزی را که برش رای دادین، او شده، او شده نیست، فقط وقت بدین. من یقین دارم که کار به انجام یک حکومت موازی نخواهد کشید. و مجموعه خبری ساعت ده با من یماس یاوش خوش آمدید. عبدالله عبدالله امروز در میان هوادارانش در تالار لوی جرگه خودش را پیروز انتخابات اعلام کرد و قرار بود حکومت موازی اعلام کند، اما برای اعلام حکومتش از هوادارانش چند روز مهلت خواست. علت این مهلت گفتگوی وی با باراک اوباما بوده است. آقای عبدالله در نخستین واکنشش به اعلام نتایج نخستین میگوید که وی آماده است تا جانش را فدا کند، اما حکومتی را نخواهد پذیرفت که برخواسته از تقلب باشد. تالار لوی جرگه به روز سه‌شنبه گواه بگو مگوهایی بود که در آنها بر اعلام حکومت از سوی عبدالله عبدالله اشاره می شد. رئیس جمهور افغانستان! اما عبدالله عبدالله با آنکه خودش را پیروز هر دو دور انتخابات می داند، تأکید می ارزد که تا اندازه جانش از آرای مردم دفاع خواهد کرد. مردم افغانستان، تمام اقوام افغانستان، از تمام گوشه های افغانستان، از ما این تقاضا را داشتن و دارن که ما امروز حکومت خود را اعلان کنیم. این تقاضای مردم افغانستان بوده و هست و این حق مردم افغانستان بوده و هست، و اگر ایجا من کسی هستم که مردم افغانستان مرا قدر میکنن یا دیگه بزرگا را قدر میکنن، این همت، این شهامت، این قدردانی مردم افغانستان است و مردم افغانستان بالای ما حق داره. ما صدای مردم افغانستان نادیده گرفته نمیتانیم. هرچند عبدالله عبدالله به خواست هواخواهانش به خیمه لوی جرگه آمده بود تا حکومتی را به رهبری خودش اعلام کند، اما ظاهراً گفتگوها و تماس‌های مقام‌های آمریکایی عبدالله عبدالله را از اعلام حکومتی به رهبری خودش باز داشتند. یک بار دیگه از شما میخوایم به من چند روز وقت مشوره، وقت صحبت بدین. این وقت از پیشتان میخوایم. این خواهشم است، این تقاضایم است، این آرزویم است. این وقت از شما مخواسته نیستم. این اعتماد شما به ما کردین، اعتمادتان تجدید کنین. من برای شما، با آرزوی شما، با آرمان شما خیانت نمی کنم. و چیزی را که شما میخواین، و چیزی را که شما خواستین، و چیزی را که برش رای دادین، او شده، او شده نیست، فقط وقت بدین. آقای عبدالله میگوید تمامی تلاش های نهادهای ملی و جهانی را برای شفافیت این روند مثلث ارگ، کمیسیون های انتخاباتی و دسته انتخاباتی رقیبش پاس نگذاشتند و این کار سبب شده است که این روند به بن‌بست کشانیده شود. روز گذشته و روز قبلش هیئت‌های دیپلماتیک کوشش‌های زیاده کردند. کوشش‌های زیاده کردند، اما با یک دیوار سخت روبرو شدند. کمیسیون جواب رد می‌داد، رئیس جمهور جواب رد می‌داد و یک آقازاده که با تقلب آمده با افتخار جواب رد می‌داد، می‌گفت یک حکم است. هرچند هواداران عبدالله عبدالله تصویر رئیس جمهور کرزی را از جایگاه تالار لوی جرگه پایین آوردند، اما آقای عبدالله این کار را نکوهش می کند و از تمامی هوادارانش می خواهد تا به تمامی شخصیت های کشور احترام بگذارند. آقای عبدالله اطمینان می دهد که به هیچ رو خواهان چند پارچگی افغانستان و ایجاد بحران و نیز دامن زدن به جنگ های داخلی در این کشور نیست. تبصره کردن که چوکی میخواهند. همه چیزها را مقدارش به خاطر یک قدمی که یک خواهر ما برای رفتن به پای صندوقهای رای در یک منطقه دور افتاده رفته و خواسته که رای پاک خود، او یا باسواد بوده یا بیسواد، از یک کس پرسیده که فلان کس نامش در کجاست، من میخواهم رای بدم، تا
تمام مال و دارایی و چوکی و مقام دنیا را به زحمت اونمو یک خواهر خود من نمیدانم. این نخستین واکنش آقای عبدالله به اعلام نتایج نخستین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بود، اما رئیس جمهور کرزی در خبرنامه ای از حضور گسترده مردم در دو دور انتخابات و اعلام نتایج نخستین انتخابات استقبال می کند. وی می گوید که پیروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پس از بررسی های دقیق و جداسازی آرای پاک از ناپاک اعلام خواهد شد. ظاهراً اعلام نتایج نخستین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و میانجیگری نهادهای ملی و جهانی نتوانستن قناعت عبدالله عبدالله را برآورده سازند. سرانجام عبدالله عبدالله امروز چنین موضع‌گیری در برابر اعلام نتایج نخستین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کرد. اما دیده شود که واکنش‌های واپسین درباره این موضع‌گیری آقای عبدالله چه خواهد بود. راتب نوری، تلو نیوز. جیمز دابنز فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان از واشنگتن دی سی با ماست. آقای دابنز، واکنش شما به موضع‌گیری امروز آقای عبدالله چه است؟ ما از این که حرکت امروز گام برای جداسازی کشور نبود خرسند استیم، اما این به عنوان یک خطر باقی است که پیامدهای بد برای تمام افغانستان خواهد داشت. قرار است آقای جان کری روز جمعه به کابل بیاید. آقای کری چه هدفی را در کابل دنبال میکنند؟ آقای جان کری برای همیش آنجا نخواهد بود، اما برای مدتی که روند را دوباره سر راه سازد آنجا خواهد بود. اما نمیخواهم انتظار ایجاد کنم که وی برای مذاکرات بی پایان در آنجا میآید. آقای دابنز، آیا انتخابات مجدد به عنوان یکی از گزینه‌ها روی میز هست و مطرح است؟ نه خیر، انتخابات مجدد گزینه واقعی بینانه نیست. برگزاری آن زمانگیر خواهد بود. انتخابات گذشته سالها را در بر گرفت. مردم یک بار رای دادند و به مورد است که یک بار دیگر رای بدهند و این فشار بیشتر بر مردم است. آقای اوباما امروز صحبت تلفنی داشتند با آقای عبدالله. جزئیات این گفتگو از چه قرار است؟ خب، رئیس جمهور اوباما و آقای کری به گونه واضح به عبدالله گفتند که آمریکا و متحدانش نمی توانند از تقسیم افغانستان حمایت کنند. این کار می تواند همکاری های مالی و اقتصادی ما را به پایان برساند. نتیجه اش بد خواهد بود، زیرا دو سوم بودجه دولت افغانستان از کمک های جامعه جهانی است و 90% بودجه امنیتی از جامعه جهانی می آید. نتیجه این می شود که پلیس و ارتش ماش نخواهند داشت. مکاتب و کلینیک ها بسته می شوند و برق هم قطع می شود و پیشرفت ها به زودی از بین می روند. آقای دابنز، می پذیرین که تقلب های گسترده در انتخابات دور دوم افغانستان صورت گرفتند؟ واشنگتن و هر دو نامزد متقاعد شدند که تقلب گسترده صورت گرفته است و هر دو نامزد به تفتیش آرا موافقت کردند. ما از اعلام نتیجه نخستین خرسند نیستیم. ما نمیدانیم نتیجه نهایی چه خواهد بود و اعلام پیروزی توسط نامزدان پیش از وقت خواهد. سپاسگزارم. جیمز دابنز فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان بود که از واشنگتن دی سی با ما صحبت میکرد. مردم افغانستان هیچگاه خواهان دو دولت نیستند. اشرف غنی احمدزی نامزد پیشتاز ریاست جمهوری با اشاره به گفته های آقای عبدالله میگوید که هدف دسته انتخاباتیش ایجاد یک حکومت فراگیر ملی است و هیچ کسی نمیتواند برخلاف تصمیم های کمیسیون مستقل انتخابات اعلام حکومت دیگر کند. آقای احمدزی تاکید میورزد که انتظار اعلام نتیجه نهایی انتخابات را دارد و از هر گونه بازرسی آرا که احتمال تقلب در آنها وجود دارند حمایت میکند. اشرف غنی احمدزی نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری در میان هوادارانش میگوید که مردم هیچگاه نمیخواهند تا در افغانستان دو حکومت ایجاد شود. وی میافزاید که اعلام هر نتیجه و فیصله کمیسیون مستقل انتخابات را بر بنیاد قانون میپذیرد، اما تاکید میورزد که خواهان هر گونه بازرسی و تفکیک آرای پاک و ناپاک نیز است. دکتر صبا عبدالله یک شخصیت ملی است، مورد احترام است و ما یقین دارم که کار به انجام
یک حکومت موازی نخواهد کشید. همه ما پیش ملت افغانستان مسئول هستیم. افغانستان یک ملت واحد و یک پارچه است و هم مردم افغانستان خواهان یک دولت هستند، نه دولت های متحده. آقای احمدزی می افزاید که میانجیگری دفتر یوناما در روند انتخابات از خواست های تیم اصلاحات و همگرایی بود که این خواست نیز برآورده شده است و نیز از کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می خواهد تا بررسی هایش را درباره محل هایی که احتمال تقلب در آنها وجود دارند آغاز کند. از حمایت یوناما و متخصصین بین‌المللی مورد اعتماد تیم مربوط مذکور نیز برخوردار بود، موافقت نمود. ما با کمیسیون های محترم انتخاباتی و مخصوصا در این مرحله با کمیسیون محترم شکایت پیشنهاد میکنیم تا آرای همه 7100 محل رای دهی را که شامل بیشتر از 3 میلیون ورق رای دهی مربوط به هر دو کاندید در سراسر کشور میگردد مورد تفتیش و بازشماری قرار بده. اشرف غنی احمدزی نامزد پیشتاز ریاست جمهوری تاکید می‌ورزد که به آرای پاک دسته انتخاباتیش اعتماد دارد و نیز از هیچ گونه بررسی برگه های رای دهی حراس ندارد و از عبدالله عبدالله می‌خواهد تا به روند انتخاباتی برگردد و هر شکایتی که درباره انتخابات دور دوم دارد با کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی شریک سازد و هر فیصله‌ای که بر بنیاد قانون انجام شود از سوی دسته انتخاباتیش پذیرفتنی است. مجیب الرحمن رحیمی عضو ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله برای بحث بیشتر با ما هستند. خیلی خوش آمدین آقای رحیمی. درخواست فرصت از سوی آقای عبدالله از هوادارانش به چه معناست و به چه منظوری؟ طبیعتا در امروز قرار بود که اصلاحات و همگرایی با اعلان پیروزی حکومت خود را اعلان بکنه، ولی در نشست امروزی در خیمه لوی جرگه چند موضوع به صراحت اعلان شده که رد نتایج، ما حکومت تقلب را نمیپذیریم و خواست مردم برای زی که اصلاحات و همگرایی به عنوان برنده هر دو مرحله انتخابات باید حکومت خود اعلان میکنه. جناب محترم دکتر عبدالله عبدالله از مردم وقت خواستن که در این مورد باید غور و بررسی و رایزنی های بیشتر صورت بگیره و بعد اعلان صورت بگیره. البته تقاضای اشتراک کننده هایی بود که همین لحظه باید این حکومت علیه حرکت تقلب و کودتا علیه رای مردم باید صورت بگیره، ولی بالاخره قرار به این شد که باید در این مورد رایزنی و مشوری بیشتر صورت بگیره و بعد از او اگر ایرانی و قراری در این مورد هست به سمت مردم افغانستان برسه. ولی گفتم میشه زنگ تلفنی باراک اوباما و وعده آمدن آقای جانکری روز جمعه به افغانستان سبب شده آقای عبدالله فرصت بخواهند، ولی اینطور بودن؟ نه خیر، این دو مسئله با هم ارتباط ندارن. جامعه جهانی از روزهای قبل واقعا صادقانه تلاش کردن، شب و روز تلاش کردن و من شخصا در جریان این تلاش ها و در این مذاکرات حضور داشتم، اما متاسفانه مثلث ارگ، کمیسیون و آقای کرزی به این تلاش ها پاسخ رد دادن. روز آخر مشاهد تلاش های واقعا خستگی ناپذیر نماینده سازمان ملل و سفیر امریکا بودم که اینا تا آخرین لحظه را تلاش کردند که از رفتن افغانستان به طرف بحران جلوگیری شود. روز جمعه آقای کری به کابل قرار است بیاید و برای حل بحران چه کار قرار است انجام بده؟ حالا گفتگوی پیشتر ما با آقای دبنز ایشان تاکید داشتند که بر همیشه آقای کری اینجا نمیمانه، خب برای مدت خاصی میای و دوباره برمیگرده، باید مثلا حل شوه. میخواستم برای توضیح بدم که قبل از تشریف آوری وزیر خارجه هم اونا چندین بار تماس تلفنی گرفتن با اطراف و سفیرشان هم تلاش کردن که از رفتن به سوی بحران جلوگیری شوه. ما به خواست ها و تلاش های از اونا پاسخ مثبت دادیم و آخرین تلاش خود کردیم که از رفتن به سوی بحران جلوگیری شوه، ولی متاسفانه به این خواست های صادقانه ما پاسخ رد داده شد. امیدوار هستیم که دوستای بین المللی ما همونطوری که در گذشته ها افغانستان را همراهی کردند و تلاش کردند که بروند کمک بکنن، آنها هم از تلاش های خودشان دست نبردارن و آمدن اونا هم طبیعتاً برای یافتن یک راه حل معقول برای بیرون رفت از بنبست و بحران کنونی است و ما حاضر هستیم که دیدگاه های اونا را بشنویم و همچنان دیدگاه های خود را که انتخابات دور دوم افغانستان توام است با
تقلب‌های سازمان یافته و تقلب‌های گسترده. این دیدگاه‌ها را ما هم با اونا مطرح خواهد ساختیم و از تلاش‌هایی که برای تصفیه آرای پاک از آرای ناپاک صورت گرفت و دیدگاه‌ها و طرح‌هایی را که ما مطرح کردیم و همچنان خب گفتم اش آقای جانکری این توانایی را داره که بحران را حل بکنه، آنچنان که در 2009 مسئله انتخابات را یک طرفه کرد، قرار است روز جمعه چون این کار انجام شود. امیدوار هستیم، ولی توجه داشته باشین که بحران فعلی افغانستان یک بحران داخلی است. ابعاد بین المللی قضیه بسیار ضعیف است. کشورهای دوست افغانستان تلاش کردند که از رفتن به طرف بحران جلوگیری شود، ولی ای آقای کرزی به عنوان بازیگر اصلی صحنه و کمیسیون انتخابات و ستاد انتخاباتی آقای اشرف غنی بودند که بنبست و بحران ایجاد کردند و مجال برزی ندادند که ما با استفاده از معیارها و امکانات که در خدمت هست بتونیم به تقلب رسیدگی بکنیم و رأی پاک مردم افغانستان سرنوشت و آینده کشور را رقم بزنه. شما در جریان هستین که مذاکرات هم صورت گرفت. خب آقای رئیس، بیشتر در مذاکرات وقت کشی کردن و متاسفانه نتیجه به دست نیامد. آیا هنوز زبان مشترک میان شما کمیسیون انتخابات و ستاد آقای غنی وجود داره برای برون رفت از این بحران؟ آقای غنی تاکید کردند و گزارش هم بیننده ها دیدن که گفتند از هر گونه بازرسی آرای تقلبی استقبال میکنند و کسی را که محاسبه پاک است حالا از حساب چه باک است. متاسفانه آقای اشرف غنی و اینها با بستن تمام دروازه های تماس و نپذیرفتن و رد کردن خواست های معقول ما این دروازه ها را بستن. ما نبودیم که دروازه را بستیم، اونا بستن. اونا با تقلب کاری یعنی دیگر زبان مشترکی وجود نداره برای حل این بحران. این کشور ماست و باید برای بحران، برای حل بحران تلاش بکنیم، برای حل پیدا بکنیم تا اینکه افغانستان از رفتن به طرف بحران بیرون، از رفتن به طرف بحران اجتناب صورت بگیره. ولی اصل قضیه است که اینا آمدن تقلب کردن و میخوان با کودتا علیه رأی مردم یک حکومت تقلبی را تحمیل بکنن برای مردم افغانستان که ما این را نمیپذیریم. ما امروز نشان دادیم که ما تا آخرین لحظه استاد استیم و به هیچ کسی اجازه نمیدیم که با آرای تقلبی بیایه و بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم شود. رأی پاک مردم افغانستان و یک رافتن یک میکانیزم معقول یگانه راه حل بیرون رفت از بنبست. آقای احمدزاده تاکید دارن که باید رسیدگی شود به آرای تقلبی. اینا اگر دی قولشان صادق بودن، چرا قبل از اینکه آرای پاک از ناپاک تصفیه شود اصرار داشتن که بعد نتایج اعلان شود؟ اینا بازی های سیاسی است. اینا در 5 روز مذاکرات وقت کشی کردن و در آخرین لحظه هم تصمیم گرفتن که قبل از اینکه آرا تصفیه شود و به یک نتیجه برسیم نتیجه را اعلان بکنن و حالا برگشتن شعاری را که باید چند روز قبل انجام میدادن امروز را تکرار میکنن و امروز فکر میکنم ناوقت شده و ما وارد یک مرحله جدید شدیم که نیازمند ادبیات برای حل جدید است. ممنون از شما مجیب الرحمن رحیمی، عضو ستاد انتخاباتی عبدالله. ممنون از حضور شما. نهادهای ناظر بر انتخابات بر رسیدگی های جدی با تقلب های انتخاباتی تاکید می ورزند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از نامزدان ریاست جمهوری می خواهد که تا اعلام نتایج نهایی انتظار بکشند. از سوی دیگر در حالی که کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی به نامزدان ریاست جمهوری اطمینان می دهد که به تقلب های مستند رسیدگی خواهد شد، اما معاون عبدالله به نهادهای انتخاباتی اعتماد ندارد و تاکید می ورزد که جامعه جهانی نیز باید در بازرسی آرا نقش داشته باشد. واکنش ها درباره تقلب های انتخاباتی انوز هم ادامه دارند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید که تنها کمیسیون های انتخاباتی به ویژه کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می تواند با رسیدگی به شکایت ها افغانستان را از رفتن به بحران نجات بدهد. یک امانت بزرگ دیروز سر شانه های کمیسیون شکایت انتخاباتی گذاشته شد و این مسئولیت کمیسیون شکایت انتخاباتی است که به او رسیدگی نماید. فعلا این مهم است که توافق دو تکت انتخاباتی سر مورد تکنیکی که قناعت می دهد حداقل امیرواندا و دو تکت و پروسه را شفاف می سازد و سلامت پروسه را دوباره تضمین می کند، این حتمی است. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی از آمادگی ها برای رسیدگی به تقلب های انتخاباتی خبر می دهد و می گوید که این نهاد به تمامی نگرانی های موجود پاسخ خواهد داد. ما حاضر هستیم از سر از امروز. این مکلفیت کمیسیون شکایت انتخاباتی است که به نگرانی ها و همچنین به شکایت هایی که راجع به
آرای تقلبی و پروسه انتخابات هست به او رسیدگی بکنه. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که اگر دو نامزد ریاست جمهوری توافق داشته باشند، این کمیسیون تصمیم دارد که پس از اعلام نتایج نخستین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز بخش بزرگی از آرای محلهای رایدهی را بازرسی خواهند کرد. در همین حال ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی میگوید که دسته انتخاباتی آقای احمدزی با هر گونه بازرسی موافق خواهد بود. هر تصمیمی را که کمیسیون میگیره اونم کمیسیون مرجع اصلی و قانونی است. حتی اگر یک وقتی تصمیم به ابطال نصف از آرای افغانستان بگیره اصلا ما حق نداریم مخالفت بکنیم، چون اونا هم مرجع قانونی است. اونا حالا هر چقدر از آرا را اگر اونا مطابق صلاحیت خودشان تفتیش بکنه، این یک چیزی است که ما از او استقبال میکنیم و همیشه هم گفتیم و جزی صلاحیت هایش میدانیم. اما معاون دوم عبدالله عبدالله بازرسی بدون حضور نمایندگان اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد را نمیپذیرد. 11000 صندوق مجددن اول به قرنطین بره، بعد تفتیش شوه. تفتیش هم نه تفتیش خود از نمیکنم، چون این کمیسیون دیگه اعتبار خود از دست داده. تفتیشی که در از دو تفتیش در اجراعاتش نماینده اتحادیه اروپا، مهیئت اتحادیه اروپا که آمد اونا باشن و نمایندگان تیم اصلاحات و همگرایی هم در جریان ازی سهیم باشه. شهروندان کشور هم خواهان جداسازی آرای راستین از آرای ناپاک هستند. جنجال زیاد میشه، کوشش کنه که رای سیارا از سفید جدا کنه. باید رای پاک از ناپاک جدا شوه. مردم بفهمد کار روزگار خود کلگی بیکار است. باید من دغه بدبختی واپس زنو باسو. دیگه چې واپس من بدبختی دلان نشو. دنیا مخکزی او من اکثر روس بات. گفته می شود که دسته انتخاباتی آقای عبدالله از کمیسیون مستقل انتخابات، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواسته است تا 11000 صندوق رایدهی بازرسی شود. اما دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی تنها با بازرسی 7770 محل رایدهی موافقت کرده است. هرچند نگرانی از بحرانی شدن انتخابات وجود دارد، اما گفته می شود که بازرسی دقیق می تواند گریگوشای این مشکل باشد. تا لحظات دیگر، بریدن از مالکی و پیوستن به داعش. رهبران سنی مذهب عراق می گویند برای سرنگونی حکومت مالکی به داعش می پیوندند. باز هم خوش آمدید. و رهبران سنی مذهب عراق بر سرنگونی حکومت نوری مالکی تاکید می ورزند. آنان می گویند تا هنگامی که حکومت نوری مالکی سرنگون نشود به مبارزهشان ادامه خواهند داد. رهبران سنی مذهب عراق می افزایند که آنان برای رسیدن به این هدفشان با جنگجویان گروه داعش همکاری خواهند کرد. نزدیک به 20 رهبر پرنفوذ سنی مذهب عراق به روز سه‌شنبه در نشست در شهر اربیل کردستان این کشور گرد آمدند و بر سرنگونی حکومت نوری المالکی تاکید کردند. این رهبران سنی مذهب عراق که برای تعیین رئیس شورای انقلابی رهبران قبیله‌ای گرد آمدند میگویند که آنان برای سرنگون کردن حکومت نوری المالکی آمادند تا با گروه داعش همکاری کنند. هدف از انقلاب ما تنها نوری المالکی نیست، بل تغییر تمام سیاست های این کشور است. این یک کودتای نظامی نه، بل یک انقلاب است برای پایان دادن به درد و رنج 11 ساله مردم عراق. تا جایی که سخن از گروه دولت اسلامی عراق شام است، ما با آنان گفته ایم که ما تنها از تصرف شهرهای ایالت انبار راضی نیستیم. هدف ما مشترک است و آن هم تصرف شهر بغداد. گروه دولت اسلامی عراق و شام یا داعش پس از آن که در آغاز ماه جولای سال روان میلادی بخشای غربی عراق و شرقی سوریه را تصرف کرد، در ماه جون اعلام خلافت اسلامی نمود. این گروه اکنون تهدید بزرگ برای منطقه خاورمیانه به شمار می رود. کاخ سفید می گوید که گروه دولت اسلامی عراق و شام تهدید برای موجودیت عراق است و رهبران این کشور باید وحدت خود را در برابر تهدیدهای این گروه حفظ کنند. در آخر نگاه دیگر به چند خبر.
عبدالله عبدالله امروز از هوادارانش خواست تا برای اعلام حکومتش چند روز به وی فرصت دهند. اشرف غنی احمدزی میگوید هدف دسته انتخاباتیش ایجاد یک حکومت فراگیری ملی است و کار به تشکیل یک حکومت موازی نخواهد کشید. و آمریکا از اعلام نتایج مقدماتی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اظهار تأسف کرد. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه شما خوش.